در امرداد ماه که اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی برای شرکت در آیین‌های ویژه سالگشت در گذشت پادشاهان پهلوی و به ویژه محمد رضا شاه پهلوی به قاهره تشریف برده بودند، در فیلم‌ها و گزارش‌هایی که در آنجا بود جوانی رو دیدم که از طریق تلفن سایت خودش رو به شهبانو فرح پهلوی نشان میدهند و شهبانو بسیار مشتاقانه دارن نگاه میکنن به خلاقیت و کوششی که این جوان ایرانی دارد. جویا شدم که ایشان کیست و سرانجام فهمیدم که نام ایشان آقای سامان طاهرپور هستند که در سوئد زندگی میکنند و نشانه هایی رو از پهلوی و تاریخ ایران ارائه کردند که بسیار جالب است. اکنون سایت ایشون رو میبینیم که اگر هر کدام کارهایی رو که ایشان کرده است نگاه بکنید، زیبایی بسیار بسیار زیبایی در آنها میبینید که میتواند ایرانیت ما رو به نمایش بگذارد. حتی از نمایش لوگوی باشگاه تاج گرفته تا تاج پهلوی ها، تا تاج شهبانو فرح پهلوی، تا گل سینه، و روی یکی از اینا اگر شما کلیک بکنید به خوبی میتوانیم ببینیم که چگونه مدل های دختران زیبای ایرانی به عنوان مدل در اینجا این کارها رو به نمایش گذاشتن. بله، روی همون بالا روی یکی از اونا کلیک بکنید بالاتر. بله، خیلی جالب است که جوانان ایرانی علارغم این که در خارج از ایران زندگی میکنند چه عاشقانه ایران رو دوست دارند و کسانی که به مملکت ما خدمت کردند و منشأ خدمت به ایران بودند رو اینگونه پاس داشتند. این کارهایی است که آقای سامان طاهرپور ارائه کردند که میتواند مورد استفاده بانوان ایرانی قرار بگیرد و دختران ایرانی. صداش رو باز بکنید، موزیک خیلی قشنگی داره. خب، حضورتون عرض شود که حجم این تصاویر بالاست، خورده پخشش با کامپیوتر دشوار است، اما خیلی جالب است. من با ایشان دیروز تلفنی صحبت کردم و آقای مالیزاده البته به من تلفن ایشون رو دادند و گفتند که آقای طاهرپور تمام این تولیدات خودشون رو که در سطح جهان از طریق سایتشون آنلاین ارائه میدند در اختیار بنیاد نوروز گذاشتن که اگر هممیهنان گرامی ما این کارهای ایشون رو تهیه بکنن و ابتیا بکنند، 50% قیمتی رو که هموطنان بابت خرید میپردازند به بنیاد نوروز و برای کمک به آوارگان ایرانی تعلق میگیرد. و حتی امروز آقای مالیزاده کارهای ایشون رو برای من نمونه فرستادن که من خدمت شما نشان میدهم. کارهای بسیار بسیار زیبایی است که روی سیلکای خیلی خوب تهیه شده و واقعا تماشایی است. هرچه از کارهای ایشان من بخواهم تعریف بکنم کم کردم، برای اینکه کار هنری میتواند تأثیر بسیار ژرفی در بالا بردن روحیه ما و زندگانی ما داشته باشد، در طرز لباس پوشیدن ما. در حالا اگر به مسائل و نشانه های ملی، خب خود به خود این زندگی ما هم توأم بشود، میتواند خیلی زندگی بهتری رو توأم با امید برای ما ایجاد بکند. این را در بسته‌بندی های و رنگ های مختلفی تهیه شده که بسیار زیباست. از آقای شهرتی خواهش میکنم ارتباط ما رو با
ایشان از طریق اسکایپ برقرار بکنن تا خود ایشان در این زمینه توضیح بدن. کارهای بسیار زیبایی است، اینها البته برای بانوان است، اما کارهایی هم برای آقایان کردند که تماشایی است. از جمله پیمهایی که درست کردند، حضورتون عرض شود که برای گیره کراوات بسیار کارهای قشنگی انجام دادند که من حالا سعی میکنم براتون اینها رو نشان بدهم که ببینید. مثلا این رو برای کراوات درست کردند که بسیار بسیار زیباست. بله، روی کراوات ما میتونه باشه. حضورتون عرض شود که دکمه سردست هایی درست کردند با طلا که تاج پهلوی است و بسیار بسیار زیبا و نمایان. پیم هایی برای روی سینه درست کردند از لوگوی باشگاه تاج، باشگاه استقلال که حالا شده است عرضم به حضور شما. و حضورتون عرض شود که شیر خورشید ایران رو به صورت طلا جداگانه درست کردن که روی سینه نصب می‌شود. بسیار بسیار زیبا و دیدنی است و خیلی کارهای ارزنده‌ای که می‌تواند زینت بخش زندگی ما، لباس ما، طرز برخورد ما و نمونه شخصیت ملی ما باشد. به هر حال همیهنان گرامی هم اینها رو در اختیار بنیاد نوروز گذاشتن. شما می توانید همینک زنگ بزنید به دفتر مرکزی بنیاد نوروز، هر کدام اینها رو که می خواهید سفارش بدهید. 50% اینها رو آقای طاهری‌پور در اختیار بنیاد نوروز برای کمک به آوارگان ایرانی گذاشتن که ازشون سپاسگزار هستم. به هر حال از لحظات دیگر می رویم به سوئد تا با ایشان گفتگو بکنیم. خب ارتباط ما برقرار شده با آقای سامان طاهرپور که خلاق این همه آثار و نشانه های ملی برای ما ایرانیان هستند. آقای سامان طاهرپور درود بر شما. آقای طاهرپور درود بر شما. بله، مثل اینکه صدای من رو نمیشنیدند. بله الان دارن صحبت میکنن. آقای طاهرپور صدای من میاد خدمتتون؟ درود فرخ خدمت شما. من صدای شما رو دارم ولی تصویر ندارم. نمیدونم تصویر من رو دارید شما. من تصویر شما رو دارم، بسیار خوب و شفاف و رسا با اون کراوات زیبا و اون شیر خورشیدی که پشت سرتون هست، بسیار زیبا. آقای طاهرپور خیلی به برنامه ما خوش آمدید، به ویژه برنامه ویژه زادروز اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی. قبل از برنامه توضیح میدادم که من شما رو در تصویری دیدم با اولیا حضرت که اولیا حضرت خیلی مشتاقانه داشتن حرفای شما رو گوش میدادن و از طریق تلفن شما سایت شما رو بعدن فهمیدم نگاه میکردن که چقدر کارهای قشنگی انجام داده اید و شهبانو رو خوشحال کردید. خواهش میکنم خود شما در این زمینه توضیح بدید که چه انگیزه ای باعث شد شما جوان ایرانی که در خارج از ایران زندگی میکنید، در اروپا میتوانید کارهای خیلی دیگری بکنید که براتون پولساز باشد، اما به کار ملی پرداخته اید که درآمد آنچنانی ندارد، اما وجود شما رو از عشق به ایران لبریز میکند. اول از همه از شما سپاسگزارم آقای پارسا که این دعوت رو به عمل آوردید از من، و اول از همه که اینو باید بگم که خیلی ممنون که در چنین روزی تونستم در برنامه شما باشم. چون یکی از زیباترین روزهاست، زادروز شهبانوی ایران زمین، رو به ایشون و به عاشقان ایران شاد باش میگم. من الان داشتم برنامه شما رو نگاه میکردم. شما توضیح دادید درباره کارها. این کارهای من بیشترشون از جنس مس هستند و با روکش آب طلا و نقره. هدف من اینجور بوده که بتونم اینا رو در حدی آماده سازی کنم که دوستان بتونن استفاده کنن ازشون. به نظر من اینکه بیشتر از عزیزان و عاشقان ایران و اونایی که دوست دارن هویتشون رو نشون بدن و هیچ وقت فراموش نکنن، راحت‌تر بتونن تهیه کنن. اگه
قیمت های یکم بالاتر باشه، جنس طلا باشه، یکم مشکل میشه برای خیلی ها. نه به هر حال من چون ظاهر طلایی رنگ بود گفتم طلا، اما به یاد این شعر افتادم: از طلا بودن پشیمان گشته این، مرحمت فرموده ما را مس کنید. دقیقاً این مصداق این رو داره: همچنان که امروز پس از این انقلاب قضایی در ایران، مردم آرزوی گذشته رو دارند و امیدوار هستند به همون گذشته برگردند که بتوانند حداقل زن نفس بکشند. بله بله، از قضا من همیشه این خلأ رو میدیدم تو جواهرات یا زینتالاتی که از ایران میاد یا تو ایران کار میکنن. خب بیشتر روی جنس کار تمرکز کرده بودم، طلا هست، نقره هست، الماس هست، کمتر دیده میشد که به ریزکاری ها، به کاری که طراح روش انجام داده توجه بشه. خب دوستان بودن برای من کارهای از ایران می آوردن، ولی هیچ وقت به دلم نمیشست، چون که میدیدم که واقعا اون کار، به مثال میگم، حالا میخواد شیر خورشید باشه، شیر خورشید برای خودش اوهیتی داره، این نشان ملی ماست، این باید خیلی بیشتر به نظر من روی قسمت‌های ظریف‌کاریش تمرکز داده شده باشه تا اینکه جنسش از چی باشه. ولی به هر حال بیشتر کارام همونجوری که گفتم به مس و به نقره هستش، ولی خب یه سری گردمن‌ها هستش که همه اونا تمام نقره هستن. بعد این شال‌هایی بود که الان شما هم نشون دادید، 4 مدل هستش که من پارچه‌شو از ایتالیا آوردم و توی لهستان پرینت شده روی 100% ابریشم. یکیش که نشان پادشاهی خاندان ایرانساز پهلوی هستش، یکیش تاج شهبانو، یکیش تاج خاندان پهلوی و یکیش هم پرچم سرنگ ایران زمین و نشان ملی ما شیر و خورشید. پرسش شما این بود که در قاهره چطور شد که شهبانو خوشش اومد. قبل از اون که اون قسمتی که شما دیدید که داشتم با تلفن بهشون میفتم، اون روز فرداش، پس فرداش بود که ایشون منو دعوت کردن به کاخ LCC که اونجا من بیشتر داشتم برشون توضیح میدادم. ملاقات اول ما در آرامگاه پادشاه بود که ایشون اومدن اونجا و من یه سری کارامو آورده بودم به ایشون نشون دادم و برشون توضیح دادم. یه حسی بود که تا آخر عمرم هیچ وقت فراموش نمی کنم، انگار رو آسمونا داشتم قدم می زدم. من آرزوم بودش که مادر ایران زمین از نزدیک ببینم، بله این افتخار رو داشتم. ایشون خیلی توجه کرد به کارا، خیلی خوشش اومد، خیلی استقبال فراوانی کردش. یکی از نظرهای ایشون این بود که دوستش که یکی از شالها رو که تاج ایشون هستش با زمینه سفید برای ایشون تهیه کنم که الان توی کلکسیون بعدیم که الان در حال آماده شدن هستش، یک مدل شالی که هستش که برای ایشون طراحی کردم که تاج ایشون هستش موقع تاج گذاری و خیلی روش کار کردم. زینتالات که اینا رو یک بخشی از کارام هستش که چون که من هدفم مشخص کردم، من عشقم شما هم هست، عشقم اونه که ایرانی هیچ وقت هم که بعد تا اونجایی که میتونم به کارم ادامه میدم، تنها درخواست از شما اینه که شما از همین که شما تونستید الان من بتونستم اشنا به شما نشون بدم، برای من خیلی زیباست، خیلی حمایت بزرگی. من هم اگه مردم بدونم ممکنه خیلی علاقمند باشه که بخرم. بله خیلی، من وبسایت دارم که تو این وبسایت خیلی سعی میکنم به دنیا برسونم. بعد اینا براتون بگم که من بیشترین تقاضا رو از توی ایران دارم. من میتونم بهتون نشون بدم که این تاج ها، مخصوصا این تاجی که من قرار کردم تا اینجا برای سنجاب که میزنم چون که بعد اجازه هستش من اینو بسونتی بزنم تاجه بعد تاجه شد تاجه شد شیر خوشی هم برای شیر خوشی هم هستش.
خیلی جالبه که عالی حضرت این گونه با مهر خودشون آقای سامان طاهرپور رو گوش میکنند و بعد به ایشان میگویند خودتون این سنجاق این پیم سینه رو به روی کت من نصب بکنید و جالب است. خب آقای طاهرپور، حالا امروز بعد از چند ماه که از این صحنه گذشته احساس خود شما چیست؟ صدا من میاد پیش شما آقای؟ بله بله بله، لطفا ایشون رو بذارین روی اسکرین ببینیم آقای جاره. بله بلندتر باید صحبت کنید آقای طاهرپور. بله 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 بفرمید. عرض کردم که الان بعد از چند ماه از این صحنه ای که اولیا حضرت در کنار شما مثل یک مادر و فرزند شما رو پذیرفتند، کارهای شما رو، خلاقیتتون رو دیدن، تایید کردن، خود شما الان چه احساسی دارید؟ خب یه لحظه داشتم میشنیدم من که کدوم قسمت رو گذاشتید. یه قسمتش هستش که من داشتم برای شهربانو توضیح میدادم که چطور شد این کارا رو من شروع کردم. خب من سالها هستش که عتیقه جمع میکنم، بعد برخوردم به یه سری دکمه های لباس ارتش شاهنشاهی ایران، بعد پشتشون نوشته بود Made in Stockholm، ساخت استکهلم سوئد. خیلی برام جالب بود بعد از این همه سال ما پناهنده سوئد شدیم، بعد این دکمه ها، بعد ساخت سوئد. بعد پیگیر شدم، دیدم که یه شرکتی هستش در استکهلم به اسم شرکت سپورون. این شرکت بیش از 2300 سال قدمت داره و بهترین ها از لحاظ مدال و دکمه ها، حتی مدال نوبل این شرکت میسازه و به دستور شاهنشاه بزرگ که ایران باید بهترین ها رو داشته باشه، اون شرکت برای ایران هم این کار رو انجام میداده و با یکیشون که سالها پیش در اونجا کار میکرد باشون تونستم صحبت کنم و ایشون گفتن که وقتی که ما از ایران سفارش میگرفتیم قیمت برای ما مهم نبود، ظرافت کار مهم بود. این خیلی غروری به من دست داد که یکی از دلایلی بود که من شروع کردم این کارا رو انجام دادم. بعد برگردیم به سوال شما که چه حسی دارم. خب درسته، من 3 سال هستش این کارا رو انجام میدم، یواش یواش شروع شد، ولی خب از اونجایی که کم رسانه یا تلویزیونی یا رادیویی هستش که بخواد منو حمایت کنه، بیشترشون خب مبلغای زیادی برای تبلیغات میخواستن که خب از توانایی من نبود و اینکه بخوام بلافاصله مهر سیاسی بهت بزنم. خیلی از این رسانه ها به قول معروف هم خر رو میخوان هم خرما رو، یعنی میخوان دو طرف رو داشته باشن، هیچ وقت نمیخوان راهشون رو مشخص کنن، هیچ وقت نمیخوان واقعا سپاسگزاری کنن از اون خاندان. بارها شده باشون من تماس گرفتم نشده، چون که بلافاصله گفتن که بله کارهای تو مشخصه. من نمیدونم نشان شیر و خورشید که هویت ماست به راحتی زیر سوال میبرن و هیچ سخنی از من گفته نمیشه، ولی وقتی که با ایشون ملاقات داشتم، وقتی که ایشون کارهای منو تایید کردن، ایشون این امید رو به من دادن، ایشون انقدر تشویقم کردن، بیشتر از هر چیزی تو دنیا بیشتر برای من ارزش داشت. الان برای من هیچ چیزی مهم نیستش که کی بخواد کارم قبول کنه کی نکنه. اصل کاری برای من اینه که شهربانوی ایران زمین تاییدشون کرده و شهربانوی ایران زمین این پشتیبانی رو از من کرده. و بعد از اون خب رسانه‌ای بودن از جمله آقای ساسان کمالی بود که تونستم باهاش صحبت کنم، به علاوه شما، که همونجوری گفتم این هدف من تجارت نیستش از این کار، چون که خب من خودم مهندس کامپیوتر هستم، کارم یه چیز دیگه است. این عشق منه، این به قول معروف چجوری بهتون بگم، این تمام، درسته که من 26 سال از ایران دورم ولی جسمن دورم، تمام ذهن من، تمام زندگی من اونجاست و تا اونجایی که بتونم
به نظر من هر کس باید یه جای کار رو بگیره، تا اونجا که من خب حالا توانایی ندارم که بتونم از بخشی از هنری که دارم استفاده کنم و به عزیزان که واقعا دلشون برای ایران میتپه برسونم. و وقتی که ایشون این کمک هم به من کرد که از طریق ایشون تونستم با یه سری نمایشگاه های بین‌المللی هم آشنا بشم، خب مسلمه الان برای من یک درهای دیگه ای باز شده. کلن باز برگردیم به اون صحبتم که این کار من تجاری نیست. من پین‌ها رو، اون پین‌هایی که شما داشتیم، سنجاق سینه‌ها رو دونه 20 دلار هست، حتی دکمه سر دستاری که الان پیش خودتون دارید، من خیلی روشون کار کردم، ولی برای من مهم بوده که تقریبا همون خرج خودش در بیاد، تقریبا 45 دلار و با ارسال رایگان برای همه بفرستم. که این وقتی که من کسی رو میبینم که یکی از کارهای منو استفاده کرده، این حس انقدر برای من زیباست که هزاران هزار دلار هم نمیتونه جایگزینش باشه. به هر حال بینندگان گرامی، آقای سامان طاهرپور در همکاری بسیار تنگاتنگ با بنیاد نوروز که یک بنیادی است الهام گرفته از نیات نیکوکارانه اولیا حضرت شهبانو فرای پهلوی، این همکاری رو کردند که آنچه که از طریق بنیاد نوروز به فروش میرسد، 50% اون به آوارگان ایرانی تعلق بگیرد که وظیفه اصلی بنیاد نوروز است. و شما همینک میتوانید زنگ بزنید به تلفن های 704-544-7800، 703-303-6661 و سفارش بدهید. آقای طاهرپور براتون این رو میگیرن از طریق سایت ایشون. بله بدم. سایت من هستش kianiconcept.com. دلیل این هم هست که این سایت استفاده کردم، خب علاقه بسیاری من که به شاهنامه دارم و کلمه کیانی که از کاویانی میاد در شاهنامه بارها و بارها اومده، اون اسم انتخاب کردم. کانسپت هم که همون معنی مجموعه رو داره به انگلیسی، که بتونم کارهامو گسترش بدم. kianiconcept.com. حالا نمیتونم اگه بشه شما، بله آقای شهرتی لطفا اگه میشه بله. این نشانی رو روی صفحه تلویزیون بنویسید، kianiconcept.com. بعد همونجوری که توضیح دادم ارسال رایگان هست به تمام دنیا، و همونجوری که شما گفتید هم بینندگان میتونن برن تو سایت چیزی که دوست دارن، اون آیتمی که دوست دارن رو انتخاب کنن و به شما زنگ بزنن، یا اینکه از خود سایت سفارش بدن و توی قسمت مسیج بنویسن بنیاد نوروز، و من 50% از تمام سفارش هایی که از طریق بنیاد نوروز میاد، که دوستان که علاقه دارن که به بنیاد نوروز کمک بشه، من 50%شو میرم با آقای مانیزاده که مسئول بنیاد نوروز هستم. kianiconcept.com. بله کیانی KIANI concept هم هست، CONCEPT.com. بله الان دارن روی صفحه می نویسند که شما همونجوری که گفتم این شال جدیدی که، این کلکشن جدیدی که دارم تقریبا تموم شده. ما الان در قسمت فیلمبرداری عکاسی هستیم و ایشون خود شهبانو، ایشون میگم تاج و خود شالو، من الان بخشی دکم حال شدم، شالو خود ایشون تاییدش کردن، تا دو سه هفته دیگه میادش رو سایت. بعد جمله اون تاج مخصوص ایشون که با سنگ ها و مرواریدای خیلی خاص طراحی شده، اینم میذارم که کلن تمام سفارش هایی که گرفته میشه و اگه دوستان که بنویسن بنیاد نوروز، من 50% رو به بنیاد نوروز هدیه میدم. به هر حال سپاسگزار هستم آقای سامان طاهرپور، و برای شما آرزوی موفقیت داریم و خوشحال هستیم که جوانان ایرانی ما این گونه با عشق به ایران، با عشق به ملیت خودشون زندگی میکنند و میتوانند سرمشقی باشند برای دیگر جوانانی که در سایر نقاط جهان گاه ره گم میکنند و نمیدانند به کدام راه باید بروند که به ترکستان ختم نشود. اما راهی رو که شما انتخاب کرده اید به ایران و تاریخ ایران، فرهنگ ایران
و به آرامگاه کوروش بزرگ پدر ایران ختم می شود. فرقش این است و من امیدوار هستم این عشق به ایران موجب بشود که نسلی که برآمده و از این دگرگونی های آنچنانی در مملکت ماست که ایرانی سوز است و ایرانی ستیز بتواند در راه بازگشت ایران به اطلاع خودش در راه توسعه و ترقی ایران مؤثر باشد و همین نشانه هاست که ما رو یادآور می شود هنگامی که شیر خورشید ایران رو بر روی سینه میزنیم احساس غرور ملی میکنیم احساس ایرانیت میکنیم احساس شرافت میکنیم و با وجدانی راحت میتوانیم به ایرانی فکر بکنیم که سرزمین ماست و حفظ و حراست اون سرزمین به دست ماست سرزمینی که متعلق به ماست ایرانی که ملک مشاع یکایک ماست این است که چه در ایران باشیم چه در خارج از ایران کافی است به ایران فکر بکنیم به ایران بیاندیشیم همان به پیشنهاد و وصیتی رو که در حقیقت پادشاه فقید ایران کرد که در هر شرایطی که هستید به ایران بیاندیشید و امروز این اندیشه به ایران میتواند ما رو بسیار به سوی فرداهای بهتر که همچنان خورشید ایران از ستیق دماوند بر ما بتابد از چکاد دماوند گرمای خورشید ایران رو بگیریم خورشیدی که نمودار جمشید جم است و میتواند به ما نشان بدهد که این گرمای خورشید اگر بر گلبرگ های شقایق های سوزان البرز تأثیر میگذارد که وجود ما رو دگرگون بکند این گرما تمامی وجود ما رو در بر میگیرد و ما رو به زیارت پیر طوس میکشاند چو ایران نباشد تن من مباد سپاسگزار هستم آقای طاهرپور براتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوار هستم ارتباطات بیشتری داشته باشیم ازتون خواهش میکنم هر بار کار تازه‌ای دارید تماسی بگیرید کارهای ملی نیاز به تبلیغ و پول خرج کردن ندارد ما اگر ملی هستیم باید دست در دست یکدیگر در راه مملکتمون و ایرانمون قدم برداریم سپاسگزار هستم به خدا میسپارمتون تا گفتگوی دیگر سپاس فراوان از شما و با این جمله به پایان میرسونم که از شهبانوی گرامی که همیشه میگه نور بر تاریکی پیروز خواهد شد سپاس فراوان بدرود خب بینندگان گرامی گفتگوی ما رو با آقای سامان طاهرپور شنیدید که خلاق نشانه هایی است از ایران و ایرانیت و می تواند زینت بخش لباس شما، خانه شما، شخصیت شما و وجود شما باشد به عنوان یک ایرانی در هر جای جهان که زندگی می کنید و امیدوار هستم در درون ایران بچه های خوب ایران فرزندانمون بتوانند این نشانه های ایران رو بر خودشون بپوشانند ایرانی بشوند، ایرانی باقی بمانند